سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. مهمون این برنامه من نویسنده با کلی کتاب، کتاب‌های خوندنی که خودش میگه یک استکان چای اونو پایبند ادبیات مقاومت کرده. چجوری استکان چای این کار کرده؟ دوربین برای عکاس جنگ چیز عجیبیه. توی وانفسای بمب و گلوله و آتیش نه دوربین بدون عکاس معنی داره، نه عکاس بدون دوربین. جونشون به جون هم بسته است. دوربینایی که عکسای جنگو برامون ثبت کردن، بخشی از وجود عکاس شدن. بخشی از دست عکاس، بخشی از چشم عکاس. می‌خوایم این برنامه‌مون رو به اون دوربینای عکاسی تقدیم کنیم که توی میدون جنگ شدن قلم، شدن سلاح. از دریچه چشم شیشه‌ای اونا پشت خاکریزا رو دیدیم، توی سنگرا رو دیدیم. شجاعت‌های اونور خاکریزو، رفاقت‌های اینور خاکریزو. دوربینایی که اگر از جنگ جون سالم به در برده باشن، حالا خودشون دیدنی حساب میشن. برای قلم‌هایی از نور و شیشه، برای دوربین‌هایی که در سخت‌ترین شرایط نزدیک ماندن. امضا کتاب باز. آقای داوودی، به برنامه کتاب باز خیلی خیلی خوش اومدین. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردید به این برنامه قشنگتون. قربون شما برم. یه استکان چای شما رو پایبند ادبیات مقاومت کرد. یعنی یه چای خوردین و قند رو گذاشتین، چای رو خوردین و پایبند ادبیات مقاومت شدین. بله، سال فکر کنم 69 بود. خب. یکی دو سال بود جنگ تموم شده بود. خب من یه هرسی داشتم تو این که این چیزهایی که تو جنگ دیدم یه جا باید ارائه بدم. اینا رو نوشته بودم توی دفتر بزرگ، همه خاطرات رو نوشته بودم. اون زمان ها تو روزنامه ها شخصی بود به اسم مرتضی سرهنگی، خاطراتی از اسرای عراقی و در ارتباط با جنگ منتشر می‌کرد. که بعد شنیدم یه دفتری ایجاد کردم به اسم دفتر ادبیات و هنر مقاومت، تو حوزه هنری بود. خیلی دوست داشتم ایشونو ببینم، برام یه آرزو شده بود. این تو روزنامه جمهوری اسلامی، تو روزنامه جمهوری اسلامی مطلب می‌زد. بله، آدرس گیر آوردم و زیر پل حافظ ساختمان حوزه هنری یه کانکس کوچولی اون گوشه بود. رفتم تو اون کانکس، دیدم دو نفر پشت میز نشستن. گفتم ببخشید من با آقای سرهنگی کار دارم. یه شخصی بلند شد گفت بفرمایید بشینید، الان کارتون چیه؟ گفتم آره من این دفتر خاطرات رو آوردم، میخوام برم، عجله هم دارم اینا. گفت باشه بشین یه چایی حالا بخور. رفت یه چایی برام آورد و نشستم چایی رو خوردم، خستگیم در رفت. گفتم ببخشید من عجله دارم، آقای سرهنگی اگه هستم میخوام زود ببینمشون، برم اصلا میشه ببینم ایشینو؟ گفت آره عزیزم خودم هم بفرمایید. گفتم چی؟ گفت آره خودم هم سرهنگی، بفرمایید. که نمک گیرم کرد با اون چای دیگه، که بعد اون دفتر رو دادیم و که دیگه اون دفتر شد مقدمه چاپ کتاب یاد یاران، که اولین کتابم در زمینه دفاع مقدس بود. خب ما الان برمیگردیم به یاد یاران، ولی بفرمایید که شما توی جبهه همونجا خاطراتو مینوشتین؟ ببینید من روز اولی که رفتم جبهه 25 مهر سال 60 بود، درست روز تولد خودم بود 25 مهر ماه. یعنی وقتی من همیشه موقع چند سالتون بود؟ 16 سالم میشد. خب همیشه میگم یه من دو تا تولد دارم، یه تولد دنیایی 25 مهر 44، یه تولد جبهه همه که 25 مهر 60. برای همینم بچگی من یه آدم کنجکاوی بودم، دوست داشتم این چیزایی که میبینم برای دیگران تعریف کنم، خیلی خوشم میومد از این. خلاصه من اولین نامه هایی که مینوشتم برای مادرم مینوشتم، این گزارش بود قشنگ.
مامان امروز اینجوری شد، امروز اینطوری شد، فلانی اینجوری تحکش خود، فلانی شهید شد اینا. بعد یواش یواش که دیگه پیش رفت، خب حوادث زیاد شده بود، حضورم در جبهه بیشتر شده بود. یه تیکه کاغذ کوچیک که مخصوصا وسط عملیات، مثلا عملیاتی بود ما یک ما تو آب نمک و این چیزا تو فاو زندگی میکردیم، خب سخت بود اونجاها. تیکه کاغذ برم داشتم نوت برداری میکردم، امروز ساعت فلان فلانی شهید شد. اینا رو همه رو جمع کردم که بعد از جنگ همون سال 67-68 شروع کردم اینها رو کامل کردن، نوشتن دیگه. من وقتی که دارم یه خاطره تعریف میکنم، گاهی وقتا اون قسمتایی که دوست دارم پررنگتر میشه، شاخصتر میشه، و جایی که دوست ندارم از یادم میره، فراموش میکنم، تغییر شکل خلاصه پیدا میکنه. شما موقع نوشتن خاطراتتون چه جوری خیالتون راحته که این بر واقعیت منطبق هست یا نیست؟ ببینید من چون خاطرات رو برای خودم مینویسم اول، یعنی از همون اولم که شروع کردم مینوشتن، خب وقتی برای خودم مینویسم خودسانسوری نمیکنم، چیزهای تلخ، چیزهای شیرین، یا مثلا اگه تو کتاب خاطرات من اگه بخونید یه جایی هست تو جنگ ترسیدم، فرار کردم، یه منطقه در رفتم، من خیلی راحت اینو نوشتم و بعضی حتی گفتن خب این بده اینو نوشتی، گفتم چرا بده، برای من اتفاق افتاد. همونطور که جای دیگه شجاعت داشتم. چی شد که ترسیدی؟ ببین یه جاهایی بدن آدم با روح آدم همسان نمیشد، کنار نمیومد. ما مثلا توی شلمچه من یادم 10 شبانه روز ما میجنگیدیم، 10 شبانه روز نخوابیده بودیم، غذا درست حسابی هم نداشتیم، آب نداشتیم، یعنی تا حدی بود که شبها آب دهن می‌زدیم پلکمون رو باز نگه داریم خوابمون نبره. اینجوری ما عراقی ها اومدن تو پشت خاکریز اومدن حمله کردن، بچه گفتم بدوید بالای خاکریز، من اومدم برم دیدم زانوهام داره شروع میکنه به لرزیدن، دیگه بدنتون یاری نمیکنه، نمیکشید دیگه بدن، حتی با سرنیزه میزدم رو پاهام که بابا چی، بچه هم گفتن چیه همی ترسیدی، گفتم بابا بدنم دیگه نمیاد با من، نتونستم برم بالا. برای اینکه نوشتن خاطره، یعنی خاطره نویسی رو یاد بگیرید، کتاب خاطرات کسی رو هم خوندین؟ اصولا خاطره خان هم هستید الانها؟ آره، یعنی وقتی افتادم توی نویسندگی یواش یواش رفتم، خب شروع کردم به کتابهای خاطره خوندن، و یکی از چیزایی که خیلی برام قشنگ بود و ارزش داشت کتابهای اریش ماریا رمارک بود، یه نویسنده آلمانی بود. وقتی برای زندگی، وقتی رمان تاریخی می نویسه، خب چون این خودش جنگ بوده، بله، بوده 5 سال جنگ، تقریبا میشه بگه خاطراتشه به زبان رمان نوشته، ولی داستانیش میکنه، خیلی زیبا مینویسه. آره، بله. اون بود، یه سری رمان‌های خارجی رو خوندم، چون برام جالب بود از همون اول که خب من نگاه ایرانی و اسلامی خودم به جنگ رو داشتم، مثلا خب خارجی‌ها جنگشون چجوری بوده، تفاوت زیادی هم توش دیدم. و خاطرات بقیه چی؟ زندگی نامه چی؟ زندگی نامه هم میخونی؟ زندگی نامه آره خیلی خوندم. من به لحاظ این که خب چون یه استاد بزرگی ما داریم، آقای کمری، یه توصیه که به من همیشه میکنه اینه که میگه بیشتر از اینکه بنویسی بخون. آقا اینجا این کتاب شما نوشتین که شیوه های خاطره نویسی، بله، مثل آب خوردن. واقعا ببینید من حدود 30 ساله که دارم خاطره نویسی میکنم، و همیشه نیازی که خودم داشتم، دوست داشتم یکی دست منو بگیره تو خاطره نویسی، دوست داشتم یکی ایرادای کار رو بگه و نقاط قوت رو بهم یاد بده. بعد از 30 سال خودم این رو کشف کردم، یعنی شروع کردم اون تجربیاتی که خودم کردم. خیلی من دوست دارم به کسی که میخواد وارد کار بشه بگم این اشتباه ها رو نکن، تجربه های اشتباه منو تو تکرار نکن، ولی این راه ها رو برو. اینو اومدم به صورت خیلی دوستانه اینها رو نوشتم با یه زبان محاوره خیلی راحت و خوب، برای همون کسی که میخواد شروع کنم به خاطره نویسی رو من نوشتم، بله. و خوبم بوده، بچه‌ای که خوندن خیلی خوششون اومده از این. من فعلا برم براتون یه چایی یا دمنوش بیارم و دوباره تون تون بیایم حرف بزنیم، ها؟ چایی میخواین یا دمنوش؟ دمنوش باشه، خوبه. شما با یه چایی پایبند ادبیات مقاومت شدین، حالا اینجا که نوبت ما شد دمنوش. حالا چایی باشه، چش. نه حرف نمیخوای، نه شوخی میکنم. دمنوش. چای ترش داری؟ دمنوش چای ترش خوشمزه است. چش. خوبه. همین الان. خواهش می‌کنم. آی داوود، چرا تنهایی نشستین اینجوری کردین؟
این عکس مال سال 79 تقریبا 17 سال پیشه و 16 سال بعد از یه اتفاق و بعد از یک عکس خیلی قشنگه که دیگه تنها شده بودیم دیگه. اون روزهایی بود که تنهایی دیگه به همون خیلی فشار آورد دیگه، باورمون شد که دیگه تنها هستیم. عکس 16 سال قبل اینجوری نبود نه؟ نه خیلی دستم پر بود، اینجا دیگه دستم خالی شده دیگه. اینو عکسیه که دستم پر بود. این قبل از عملیات بدر توی پادگان دو کوهه. خب دیماه 1363 شد. یعنی از 5 نفری که توی این عکس هستن فقط شما موندین. من 85 تا عکس دارم، این عکس ها همه دو نفر است. خب خب. و توی این 85 تا عکس فقط یک نفر واحد زنده مونده، اونم منم. همه بغلیام شهید شدن. حالا خوشبختانه خدا رحمت کنه و جاشون واقعا در یه مرتبه خیلی رفیعیه، ولی توی تصویر که با کسی دو نفره میشینین مشکلی ایجاد نمیشه که. نه شما شما اگه قرار بود چیزی بشه اون دورانی که تعریف کردی جبهه بودید اونجاها بود. یه ذره از اونجا اگه بگی بد نیست. خب بعضی فکر میکنه فقط ماها جبهه بودیم، بد نیست بدونی که آقای صحت هم جبهه بودن. قربون شما برم عرضم بود. اینکه دلت خیلی شکست یاد اون روزا افتادی دلت شکست چیزه. من حالا یه کاری بکنم حالا، ولی همین که بغل شما نشسته باشم بعدا شهید بشم یه ذره خلاصه من چیکار کنم مراقب خودم باشم. الان دو نفرم هست و خیلی احساس. خب من تذکر رو دادم دیگه، آخرین کسایی که باشون عکس گرفتم شهید شدن شهید قزنفر رکن‌آبادی بود که تو منا به شهادت رسید و شهید حاج حسین همدانی بود که باش عکس گرفتیم و تو سوریه به شهادت رسید. حالا دیگه شما با هر کی دو نفر عکس بگیرین یه نمایندگی از اسرائیل دارم دیگه. نه دور از جون. آقا خیلی این عکس جالب بود. خیلی 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 این عکس جالب بود و بذارین چیز کنیم. جنگ، شعر، عشق و مرگ چه ترکیبای متضاد و عجیبی. این چیه قضیه این کتاب؟ جنگ، عشق، شعر، عشق و مرگ. آره جنگ، شعر، عشق و مرگ. چجوری این جنگ رو با شعر و عشق رو با مرگ همه رو کنار هم آوردی؟ اینا رو خود نویسندش آورده. من همیشه تو این 30-35 ساله خیلی دنبال این بودم که ببینم فضای جبهه عراق چجوری بوده، روحیاتشون، اخلاقیاتشون، منششون چه روحیاتی داشتن سربازان عراقی که علیه ما می جنگیدن. بر حسب اتفاق برخوردم تو فضا مجازی به شخصی به اسم نصیف الناصری. خب که حدود 12 سال خدمت سربازی در عراق گذرونده بود و 8 سالش رو در جنگ با ما بوده، علیه ما بوده. خب در منطقه حاج عمران. خب این خاطراتش رو تو وبلاگش نوشته بود، به زبان عربی بود، گرفتیم ترجمه کردیم، باهاش ارتباط برقرار کردم. برام خیلی جالب بود که با یه سربازی که تو جبهه مقابل بوده دوست شدم تو فضای مجازی. خاطرات رو ترجمه کردیم، خیلی خوشحال شد. آخه خیلی هم واقعا جالبه چون ما همیشه از این منظر نگاه بله. کردیم ولی هیچ وقت اون ور نرفتیم که اونا چی بود، برای چی اومدن اصلا به ما حمله کردن. همین ببین توی این کتاب وقتی بخونی چیزی که برای خود من خیلی مهم و جالب بود، جنگشون مردمی نبود، جنگشون بعثی بود. مجبور بودن، بل اجبار باید میمدن میجنگیدن. یعنی حساب کن 8 تا. بعد توی این مثلا میبینی چون این نصیف الناصری یه شاعر بوده. خب اینا یه پاتوقی داشتن توی بغداد قهوه خونه حسن عجمی، از منطقه فرار میکردن میرفتن اونجا دور هم جمع میشدن همیشه. اینا مدام در حال فرار بودن همیشه و این برام خیلی قشنگ بود. وقتی خاطرات خودم و روحیات برای بچه‌ها هم رزم خودم رو میبینم، روحیات اینها رو میبینم، خیلی برام جالب بود. دوست داشتم مردم آشنا بشن با این حال. این کتاب میشه بدین به من؟ تقدیم شما. برام مینویسین؟ بله مینه. حتی بعد خب صاحب اصلیش آقای نجیب ناصری، ولی خب من به عنوان تدوینش چش. به جای کتابخونه کتاب باز مال من باشه. چش. اینم بهم بدین حالا که تدرخت بگید خب باشه. خب معرفی نکردی آخه، ببینم بیننده چیه این. این خودتون معرفی کنین. بفرمایید. سال 76 توی ایران این کتاب خاطر اعلی حضرت آسوده. بله. یه شخصی بود به اسم آقای محمد سام، دکتر محمد سام کرمانی، وزیر کشور و وزیر اطلاعات جهانگردی زمان شاه بوده. بله میشه ببینم.
خب. اینو بر حسب اتفاق ما یه جلسه با این آشنا شدم، باهاش دوست شدم. من حدود 14-15 ساعت با این مصاحبه کردم. 14-15 ساعت دو ساعت مصاحبه کردم. هم حافظه خیلی خوبی داشت، هم صداقت زیادی داشت تو تعریف کردن خاطراتش. اینها موند، این کاست ها رو نگه داشته بودم تا اینکه یکی دو سال پیش شروع کردم روی اینه کار کردن. کار کردم، آماده کردم که بعد حالا بر حسب حوادث اینو متوجه شدم ایشون رفته بوده امریکا. سال 94 یه دفعه به خانوادش میگه بریم ایران، میاد ایران که تو ایران فوت میکنه. چقدر جالب. از اونجایی که میگن تا سه نشه بازی نشه و منم الان دیگه جلوی دوربینی متعیه کننده بعدن چیزی نمیتونه بگه، اگه من بخوام یه کتاب دیگه هم شما به من هدیه کنین، گل سرسبدتون تو این کتاب ها کدومه؟ گل سرسبد کتاب هام که بخوام حالا باید بتونم هدیه کنم، این کتاب دیدم که جانم میرووده. خب این چیه؟ اینم برمون معرفی بکنم. این خاطرات خودم با شهید مصطفی کاظم‌زاده است. یه دوستی بودیم با هم، خیلی رفاقت زیادی با هم داشتیم. حالا اینجا بحث این کتاب کشید، جا داره یاد کنیم از شهید محسن حجاجی. بله. شهید محسن حجاجی که اونگونه مظلومانه به شهادت بله. رسید. بله. بچه نجاف آباد بود و همکار مؤسسه شهید کاظمی که این کتاب رو چاپ کرده. وقتی محسن حجاجی این کتاب رو خونده بود انقدر از این خوشش اومده بود که توی نماز جمعه نجف آباد در عرض چند ساعت 400 نسخه این کتاب رو فروخته بود به مردم، تبلیغ میکرد و ترویج میکرد و هم میفروخت. اینم خدمت شما تقدیم میکنم. چه جوری میشه که یه آدمی اسم شهید حجاجی اومد؟ فیلماشو هممون دیدیم دیگه. بله. اون آرامش، اون راحتی، شما جبهه زیاد بودید، چه جوری آدم میتونه به اون آرامش و راحتی برسه؟ چه جوری این چشما اینقدر بی دغدغه است تو اون شرایط؟ من تا این چند رو پیشا پلی دوستاش بودم، اونا همین سوال رو داشتن که چطور محسن به این جایگاه و مقام رسید. ما خب تو آیین خودمون امام حسین علیه السلام رو داریم دیگه، که اون لحظه‌ای که میان به شهادتش برسونن میگه الهی رزن به رضای و تسلیم لامرک. اون لحظه هست. یه چیزی که بر من خیلی جالبه، ببینید شما این حس دارین یا نه، که ما توی ایران با حدود 80 میلیون جمعیت، آراء متفاوت، عقاید، نمیدونم سبک‌های زندگی، ولی یه جاهایی میشه نقطه اشتراک هممون. یعنی دیگه هر جوری فکر کنیم، هر مدلی که باشیم، مثلا یکی یه چیزی مثل شهادت شهید حجاجی، یه دفعه هممون اونجاست که میفهمیم هممون ایرانی هستیم. من اینو بهتون بگم، همه اینا نشأت گرفته از اون فطرت پاک انسان هاست. یعنی همه یه وجه مشترک بین خودشون و محسن حجاجی رو تو چشماش میبینن و دوست دارن به اون چشا برسن. همه این آرزو رو دارن. وقتی همه اظهار ارادت میکنن به اون نگاهی که داره به مسلخ میره، داره به قربانگاه میره، یارو با خنجر بغلش وایساده، راحت رزن به رضای کو میبینی. میبینی همه دوست دارن به این برسن. حالا سخته، بعضیا دیر میرسن، بعضیا زود میرسن دیگه. این چیزی که برای من قشنگ بود همین بود که همه این نگاه و این غیرت و استواری و مردونگی رو دوست داشتن و براشون جالب اومد. مؤسسه شهید کاظمی داره الان کار میکنه. دوستان پس من قرار شد یکی از کتابای شما رو بخونم، اینو بخونم. اینو آره، اول اینو شروع کنید، حتما بخونید. ما تو همراه برنامه‌مون اپلیکیشن تاقچه است. اجازه بدین ببینم کدوم کتابهای شما وجود داره، موافقین؟ این دیدم که جانم میرود که هست. از معراج برگشتگانم هست. خودتون حفظین؟ آره. رصد میکنم کار خودمونه دیگه. آره، دیدم که جانم میرود هست. تفحص هست. تفحص هست. تفحص. آها، اینو تفحص اینه. تبسم های جبهه هست. بله. و از معراج برگشتگان هم هست. بله. خیلی خوب، 4 تا از کتاباتون قابل دانلود کردنه و میتونن اونجا بخوننش. شما نمیخواین دمنوشتون رو که سفارش بدین؟ بله، ببین خنک شده باشه. خنک شده باشه. الان وقتشه. الان وقتشه. میل بفرمایین تا بریم سراغ بخش بعدی برنامه. ترش هم هست، دهنمون آب میفته. ما نخندیم. فرد با اخلاقی هستن. خیلی مرم. خیلی بازیکن با اخلاقی هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم کتاب خوندن، حالا بسته به نوع کتابی که حالا شما مطالعه میکنین، قطعا تاثیر داره روی تفکرات و حالا بینش شما نسبت به زندگی. حالا کتاب های مختلف هست شما تو کارتون، حالا فوتبال کار بنده هستش، مطمئنا تاثیر داره.
سال فکر می‌کنم 88 بود. یکی از دوستان این کتاب سلام بر ابراهیم رو بنده هدیه دادن. اتفاقات و روایت‌هایی که از زندگی شهید ابراهیم هادی توی این کتاب آورده شده، حالا نمیدونم، من اینجوریام یا هر کسی که مطالعه کنه این کتابو، واقعا شیفته شخصیت و منش و رفتار ایشون میشه. ابراهیم در اول اردیبهشت سال 1336 در محله شهید آیت الله سعیدی حوالی میدان خراسان دیده به هستی گشود. بله، کتابی که حالا من با سلام ابراهیم یک همون موقع خوندم، همه بخشای کتاب برام لذت بخش بود. حالا نمیدونم من اینجوریم یا همه اینجوریم، وقتی کتاب رو مطالعه میکردم یا حالا کتابایی که نقل داستان حالا یا یه اتفاق هست، کلا میرم تو اون فضایی که حالا شاید از اتفاقات دور و برم زیاد مطلع نمیشم. همین که میبینم بچه ها علاقه‌مند شدن بهشون، یعنی حالا توی پروفایل فضای مجازیشون عکس این شهید هست بعضیشون، این برام خیلی خوشایند بود. این کتاب هم نمیدونم اطلاع دارید با زبان‌های مختلف کشور دیگه هم ترجمه شده و پخش شده. اینو حیفم یاد نخونم آخر. مسابقات قهرمانی 74 کیلوی باشگاه بود. ابراهیم همه حریفان را یکی پس از دیگری شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آن سال ابراهیم خیلی خوب تمرین کرده بود. اکثر حریف‌ها را با اقتدار شکست داد. اگر این مسابقه را می‌زد حتما در فینال قهرمان می‌شد. اما در نیمه نهایی خیلی بدکشی گرفت. بالاخره با یک امتیاز بازی را واگذار کرد. کتاب سلام بر ابراهیم رو همه خانواده ها ما دادیم، حتی مسابقات کتابخانه برگزار میکنیم، جوایزی اهدا میکنیم بهشون. من باشون سوال کنم، غالبا هر کدوم گاهی خاطره از شهید دارن، یعنی مطالعه کردن. در بلفجر مقدماتی 5 روز به همراه بچه های گردان کمیل، گردان های کمیل و هنزله در کانال های فکه مقاومت کردند، اما تسلیم نشدند. سرانجام در 22 بهمن سال 1361 بعد از فرستادن بچه‌های باقی مانده به عقب، تنهای تنها با خدا همراه شد. دیگر کسی او را ندید. شما فرمودین که انشا خوب می‌نوشتین. این حس خودتونه یا کسی بهتون گفت که انشا خوب می‌نویسین؟ یعنی من سال 1360 اولی دبیرستان بودم. همه تاریخ ها را با اینا زندگی میکنم، آخه انقدر برام شیرین و ارزشمنده که اینا رو مدام مرور میکنم تو زندگی. خوش به حالتون که به سادگی من از خاطرات نمیگذرم. خب سال 1360 بود، ما دبیرستان بودیم، اول دبیرستان آیت الله طالقانی تو تهران نو. یه معلم ادبیاتی داشتیم، آقای مشایخی، هیکل دروش، قد بلندی داشت، صورت گلگونی داشت، قرمزی داشت. این خب جوان ها اون موقع خیلی شعر بودن، ولی سر کلاس این هیچ کی جرأت نمیکرد حرفی بزنه، با اینکه هیچ برخورد تندی هم با کسی نکرده بود و ولی جذبه خاصی داشت این. من یه بار انشا داشتم میخوندم، انشا هم که خوندم با همون جذبه خاص چشاش ریز کرد، پشت میزش نشسته بودش، گفتش که دفتر تو بیار اینجا ببینم. ترسیدم، گفتم ببخشید آقا، به خدا انشا مال خودمه. گفت بیار اینجا. بردم دفتر پلیشو گرفت، یکی یکی انشاهامو نگاه کرد، گفتش که تو نویسنده خیلی خوبی میشی، هر کمکی اگه خواستی من خودم کمکت میکنم. کمکی هم کردن بهتون؟ نه، بزرگترین کمکی هم همین بود، همین تشویق. منو باورون که تو میتونی نویسنده خوبی بشی. من از اونجا بود که گفتم خدایا، یعنی میشه من نویسنده خوبی بشم؟ و شدم. الحمدلله من همه این چیزایی که دارم مینویسم همیشه یاد اون هستم و مدیون ایشون هستم. همینجا هم الان یادی از ایشون شد. امیدوارم اگر که برنامه رو میبینن سالم و فوت کردن ایشون، خدا رحمتشون. شما اصلا کسی دور و برتون هست که فوت نشد؟ هر کی ما صحبت میکنیم میگیم فوت شده. ان شاءالله خودتون سالم باشین، یا شهید شدن یا فوت شدن. یه ذره با عرضم به حضورتون که
ما میخواییم اینجا هم شما بر ما یه داستانی، یه انشایی، یه متنی بنویسید. روال برنامه اینه که سه تا تصویر به مهمون برنامه و همه مهمونا نشون میدیم و اینجا میشینن و بر ما یه قصه مینویسن. میشه خواهش کنم شما این کار انجام بدیم؟ سخت پیر شدیم دیگه. شما داشتین تا دو دقیقه پیش میگفتین انشا. مال 14-15 سالگی بود. نه مینویسم چش. پس بفرمایید بفرمایید. ما هم لذت می‌داریم بنویسیم. بفرمایید. تصاویر عبارتند از یه ساعت شنی، یک صندلی و یک این درستش جالباسی چوب رختی چوب لباسی میگن چوب لباسی آخه چون چوب نیست یه حالا چوب لباسی غیر چوبی جارختی چوب لباسی و صندلی و ساعت شنی بله بفرمایید اونجا میز هست دفتر هست قلم هست وایز شما قربون شما برم شما میتونید از طریق سامانه 40-55 به داستان مهمان برنامه رای بدید. آرای شما 5, 10, 15 و یا 20 میتونه باشه. بعد از هر 6 برنامه ما آرا جمع میکنیم و به مهمونی که بیشترین رای را آورده 100 جلد کتاب که به وسیله اپلیکیشن تاقچه هدیه میشه تقدیم میکنیم. لطفاً شما هم داستان‌های خودتون رو از طریق هشتگ نما داستان برای ما به اشتراک بگذارید. بسیار هم عالی. به به. تمام؟ تمام. لطف می‌کنین بخونین برامون. شاید اونی که شما بخواید نشه ولی خب احساس خودم رو نوشتم همون تصاویر دیگه به نام حضرت دوست ساعت شنی بی صدا فریاد میزند که دارد دیر میشود لباسهای اتو شده ام را از چوب لباسی بر میدارم صندلی چوبی نمیگذارد به سادگی برخیزم و بروم ولی باید بروم کسی منتظر آمدنم است میبینمش عالی آقای مشایخی فکر کنم درست گفتم روحش شد روحش شد ما روال برنامه‌مون اینه که وقتی داره برنامه تموم میشه یه عکس دو نفره با همه مهمونا میگیریم اگه اشکالی نداره من میخوام این عکس رو با شما نگیرم همون میخواستم بهت بگم برای من اشکال نداره برای شما اشکالی خیلی تحصیلی آخه چیزه حق دارم حق ندارم 85 به راحتی میتونه 86 بشه چرا؟ 86. نه اون گزینش اینه که من بخوام با کسی عکس بگیرم ولی اینکه شما با من عکس بگیریم من باید بترسم یعنی خیالم راحت باشه؟ آره من باید بترسم ولی من واقعا با دست لرزان دارم این عکس رو میگیرم همیشه با خوشحالی نه اشکاله که سلامت باشید زنده باشید من خواهش بکنم این عکس خیلی مهم و عکس عجیبیه آقای داوود آبادی با 85 نفر عکس گرفتن و 85 نفر شهید شدن این عکس 86مه و من خودمو میسپارم به شما آقا این خیلی ترسیده جدی جدی ترسیدی خب بالاخره آقا 85 رقم کمی نیست ید طولایی دارین تا 90 جا داره 5 تا ای داد و بیداد میگم ولی چیزه بذار یه دعایی بکنیم و بریم ببینیم چی میشه دیگه ها بریم چقدر شما راحت وایسادین و آماده اید خب ما موضوع عکس بگیری خب خیلی خب بریم آخ 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 چند آرزو داشتم هنوز نه اینکه فکر کنین ترسیدم و بدنم نمیکشه نه بدنم نمیکشه مثل شما آره. میگفتیم پاهام میلرزید آقا من که به خانواده اعلام میکنم من هیچ مسئولیتی ندارم خودش داره عکس میگیره آخ آخ این عکس خیلی عکس عجیبیه میخواییم نگیریم اینم عکس 80 نسل میگیرم پشتش در نره اینم عکس 86 شما آقای داوود آبادی عکس دو نفره یا خدا خودم رو میسپارم به تو بریم ببینیم چی میشه بزن بای 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 تا به حال برای زدن این دکمه اینقدر استرام نه دکمه انتحاری نیست هنوزم دیر نشده ها انگار میخوام واقعا چیز بزنم دکمه انفجار بزنم آقا بریم فاطمه سلام
آخه خیلی خیلی متشکرم که اومدین به برنامه ما و خیلی متشکرم که اینجوری ما رو بردین. یه سردیسی انتخاب بفرمایین و به یادگار از این برنامه با خودتون ببرین. مولانا هست و این فردوسیه؟ بله این فردوسیه. فردوسی؟ چرا فردوسی رو انتخاب کردی؟ خب تاریخ ادبیات ایران دیگه، بزرگ ادبیات ایران، اظهار ارادت و علاقه به ادبیات. عالی. یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد، خیلی خیلی عجیب، توی این عکسه، باورتون نمیشه. چی شد؟ خیلی اتفاق عجیبی، حالا من نمیدونم اینو چی تعبیر کنم، ولی ناخودآگاه و بدون هیچ قصد و غرضی تو این عکس آقای داوود آبادی نصفه افتاده. یک چهارم نصفه هم نیستم، ولی من فکر کنم شما نصفتون هم کار خوش. چه عکس خوبی شد، چه عکس عالی شد. من اینو به یادگار اینجا نگه میدارم و خیلی 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 از شما ممنونم که به برنامه کتاب باز تشریف آوردین. آرزوی ما توی این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. انشالله ما هم همین آرزو داریم و تلاش هم میکنیم. خیلی عالیه این. عرضم حضورتون که اپلیکیشن تاخچه یک سال استفاده از کتاب‌های موجود در این اپلیکیشن رو به صورت رایگان به شما هدیه کرده. خیلی متشکر. تشکر از برنامه خیلی خوب شما. و ممنون از شما که اومدین، حرف زدیم درباره خاطره، درباره کتاب، شوخی کردیم، خندیدیم و امیدوارم که این عکس 86م هر دو فعلا بازم همدیگر رو ببینیم و بازم با هم حرف بزنیم. همسنیم، با هم هم هستیم. حالا ان شاء الله. قربون شما برم. خیلی خیلی ممنون. خدا بهتون. اپ تاخچه کتاب‌های صوتی هم داره. خوبی کتاب‌های صوتی اینه که میشه اونا رو توی مترو، توی تاکسی، توی صف گوش کرد. بذارید گاهی وقتا کتاب‌ها برای شما قصه بگن. خب این عکس خاص مهم رو من اینجا بذارم. آقای داوود آبادی. و بعدش بگم که خداحافظ.